عمه خانم برای صرف شام نمیان؟ البته که میان، ممکنه یکم تأخیر داشته باشن، اما اگه میخواین ما میتونیم شروع کنیم. استغفرالله، میخواستیم در مورد موضوعی صحبت کنیم. که اینطور، مشکلی پیش اومده ارول؟ نه خیر، برعکس، راستش خانوادگی یه پیشنهاد خوب براتون داریم. منو قاطی خودتون نکنی. باقیبون، نوشیدنی میخوام. خدا لعنتت کنه از بس نوشیدنی میخوری. بیا سمت صدا. بیا او پرسیدی. بریز. آفرین به تو. من خیلی کنجکاو شدم. چطور منتظر عمه جون نشینیم؟ راستش منم خیلی کنجکاو شدم. پیشنهادتون چیه آقای رو؟ ما فکر کردیم که منو باده فکر کردیم که حالا که هممون اینجا دور هم جمع هستیم، فردا بچه ها رو نامزد کنیم. نظرتون چیه؟ آیی، مگه اینطوری میشه؟ ما اصلا آماده نیستیم. فعلا فقط نامزد میکنیم، بعدا عروسی میگیریم. الان لازم نیست کار خاصی بکنیم، همین کافیه که کنار هم باشیم. آره، نیاز نیست منتظر بمونیم، مخصوصا الان که نزدیکترین دوستتم اینجاست. مگه نه تاتیانا؟ حتما تا میخوای شاهد بهترین روز زندگی ما باشی. البته باده جون، توی همچین روزی نزدیکترین شخص به سرجان باید کنارش باشه. از شنیدنش واقعا خوشحال شدم. اما میدونستی وقتی حلقامونو دستمون کنیم، من نزدیکترین شخص به سرجان میشم. فکر نمی کنم من و تو نمیتونیم سرجانو تقسیم کنیم. وای، حالم به هم خورد. باقیبون، پرش کن. بیا زود باش. بیا. ببخشید، نمیشه من بطریو بذارم پیش خودتون هاندان خانوم؟ نمیشه. آفرین. عمه جون خوش اومدین، ما منتظرتون بودیم. عمه جون براتون یه خبر خیلی خوب دارم. این دیگه کیه؟ عمه جان، به نظرم اینطور حرف زدن مناسب نیست. سرجان جون، اشتباه متوجه شدی. عمه جون میخواست بگه این دختر روسی. همه فهمیدن که منظورش چیه. عمه جون فردا سرجان و باده رو نامزد میکنیم. هر غلطی میخواین بکن. همونطور که عمه خانم تایید کردن، فردا نامزدی انجام میشه. مبارکه.